اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم ان الله على كل شيء قدیر. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. شبهی که اهل کتاب و همچنین مشرکین داشتن این بود که میگفتن اگر قرآن و دین الهی حق و دین الهی نباید نسخ پذیر باشد. اگر گاهی به چیزی امر بشود و گاهی از اون چیز نهی بشود و مانند آن، معلوم میشود قانون گذارش خدا نبود. زیرا اگر قانون گذار یک قانون خدای سبحان باشد به همه مساله احاطه کامل دارد، لذا تغییر در حکم او راه ندارد. پس چون تغییر نشانه باطل بودن حکم است و این نشانه در حکم خدا راه ندارد و اسلام با این گونه تغییر همراه است، معلوم می شود معاذ الله این افتراء علی الله است و حکم الهی نیست. چه در سوره نحل چه در سایر موارد شبهه مشرکین و یهودیان این بود. لذا خدای سبحان می فرماد به این که این شبهه اگر از در علمی مطرح است و الله اعلم و به ما ينزل که در سوره نحل بحثش گذشت، و اگر از لحاظ قدرت مطرح است در همین آیات محل بحث سوره مبارکه بقره به هر دو جهت اشاره میکنند. میفرمایند هم قدرت خدا نامحدود است و هم سراسر جهان در اختیار خداست. نه در طرف مقدور امتناع است نه در طرف قدرت کمبودی. هم خدا بر کل شیء قدیر است هم سراسر جهان ملک خداست. بنابراین نه از جهت قدرت اشکال هست نه از جهت علم. او چون به کل شیء علیم است در سوره نحل فرمود و الله اعلم و بما ينزل، مصلحت را بهتر میداند. و چون علا کل شیء قدیر است و له ملک السماوات والارض، پس نه از طرف قدرت او شبهه است نه از لحاظ مقدور بودن جهان شبهه است نه از جهت علم. عمده آن است که این تغییر و تبدیل برای مصلحت است، لذا خدای سبحان فرمود یا مثل او یا بهتر از اون را می آوریم. و چون آیه اختصاصی به آیه تدوینی و لفظی ندارد، هر چه که نشانه حق باشد مصداق آیه است، خواه در نظام تکوین خواه در نظام تشریع. لذا موت یک امام سلام الله علیه به عنوان نسخ آیه و ظهور امام دیگر به عنوان ظهور آیه جدید مطرح است. بنابراین میتوان گفت هر وقت امامی رحلت کرد، خدای سبحان ولی و معصوم دیگر می آورد. هر وقت آیه از آیات الهی در مسائل احکام به فروع نسخ شد، حکم دیگری را خدای سبحان که بهتر از او سودمندتر از او یا مثل او می آورد. و بر اثر عموم یا اطلاق این آیه می توان استفاده کرد. هرگاه عالمی از علمای الهی رحلت کند، خدای سبحان مثل یا بهتر از او می آورد. هرگز نمی شود گفت فلان شخص که آیه از آیات الهی بود وقتی رحلت کرد دیگر جهان بشریت عقیم است مثل اون نمی آورد. این طور نیست. همون طوری که ما ننسخ من آیتین بر رحلت معصومین تطبیق شد، نه به عنوان تفسیر بلکه به عنوان تطبیق ذکر شد، بر ارتحال جانشینان اونها هم قابل تطبیق هست. یعنی اگر عالمی از علمای الهی رحلت کرد، عالم دیگر بالاخره جای او را اشغال خواهد کرد. این طور نیست که آیات الهی بروند بلا خلف و بلا بدن. خدای سبحان اگر آیه‌ای و نشانه‌ای را از بین برد، نشانه بهتر یا مثل او را خواهد آورد. این دو اطلاق آیه است. و اگر بر موت ولی حق و معصوم تطبیق شد، به عنوان ذکر مصداق کامل است نه به عنوان تفسیر. نوع این روایات در مفهوم دخالت نمی کنند. نوع این روایات برای بیان مصداق کامل است نه برای بیان مفهوم. لذا اگر عالمی از علما رحلت کرد یا عالمی از علما فراموش شد، از خاطرات محو شد، خدای سبحان بهتر از او یا مثل او را در جامعه احیا میکند یا به خاطرها میآورد. یک وقت یک شخص گمنامی را خدا مشهور میکند،
یک وقت شخص مشهوری را گمنام می کند. این گمنام کردن یک فرد مشهور انساست، یعنی ناسی کردن و از حافظه جامعه به در بردن است. یک وقت فرد گمنامی را خدای سبحان مشهور می کند تا مردم از او استفاده کنند. شهرت و گمنامی به لقب دست خدای سبحان است. نصیر ذکرا و نسیان به دست خدای سبحان است، چه این که موت و حیات هم به دست خدای سبحان. خواه در جهان خارج خدای سبحان کسی را از بین ببرد مثل او یا بهتر از او را می آورد، خواه در نشعه علم کسی را خدای سبحان از خاطرها محو کند بهتر از او یا مثل او را می آورد. خدا حافظ دین خود هست و وسائل حفظ دین هم در اختیار خدای سبحان هست. لذا می توان به عنوان استدلال به اطلاق آیه استفاده کرد که اگر آیه از آیات الهی در جهان تکوین یا در خاطره های جامعه محو شد، خدای سبحان آیه برتر یا مشابه اون را در جهان تکوین یا در خاطره ها احیا می کند که دینش را علی یالن حفظ کند. در حقیقت رسالت او که قرآن کریم است عین رسول است، محفوظ است. شخص او رحلت کرد فرمود انک میتون و انهم میتون، فرمود ما جعلنا لبشر من قبل کل خل اف امتا فهم الخالدون. حافظ شخصیت او هم یک ثقل است به نام قرآن، هم ثقل دیگر است به نام اهل بیت عصمت و طهارت که الی یوم القیامه است. پس اون شخصیت که خود جامع ثقلین بود بعد از ارتحال او به صورت دو ثقل در آمده است که اینی تار کن فیکم و ثقلین، و این ثقلین الی یوم القیامه است. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. بنابراین درباره ثقلین نه نسخ است نه انسان، نه از جوامع خارج گرفته می شود نه از خاطره های تاریخ محو می شود. فرمود من به صورت ثقلین در بین شما موندم. این که نبود اینی تار کن فیکم و ثقلین، یعنی اثاره رسالت من به صورت قرآن و اسرت کلام الله علیهم هست و اینها هرگز از بین نمی رود. و اگر فرمود در قرآن آمده است که نسخ یا انسان بدل دارد، این حدیث قطعی فرمود اینا نه نسخ پذیرن نه انسان، نه چیز اینها را از ذهن ببرد نه از خاطره ها محو میشوند. بنابراین اگر مثل او نداریم او انسان شده است، تا در خاطره های تاریخ هست، کتبش هست، فکرش هست، انسان شد. وقتی چند قرن گذشت از خاطره ها رفت، دیگر اون فکر او نمیتواند حافظ باشد مثل او یا بهتر از او میآید. این برای آن است که هر موجودی که آمد جای خودش را پر میکند نه جای دیگری را، و حکم خدای سبحان به هر وسیله‌ای که باشد محفوظ می شود. این چه نیست که حافظی از حفاظ دین الهی برود و خلع باشد به خدای سبحان اون بخش را پر نکند، این چه نیست. چون در این کریمه وعده داد فرمود ما ننسخ من آیت اون انتها نعت به خیر منها او مثلها. احیانا ممکن است مردمی از فیض یک عالم محروم بشوند، اما همونطوری که درباره ارتحال ائمه علیهم السلام هست، کلما قاب نجمون بدع نجمون آخر، هر وقت یک ستاره در کرانه غرب غروب کرد یک ستاره هم از کرانه شرق طلوع می کند، هر وقت یک جا چراغ علم خاموش شد از جای دیگر روشن می شود، یه وقت یک خاندان متصلی حلقات سلسله ایشون به چند نسل می رسید این خانواده خاموش می شود یک جای دیگه سر در می آورد. علوم این چنین است، همه مواهب الهی این طور است. فمون نهنون قسم نابین هم معیشت هم، نه علم وقف کسیست به تعبیر شیخ اشراق، نه روحانی بودن وقف کسیست. اینا را وقف نامه تنظیم نکردن که این خانواده باید 18 نسل باشد، نه این چنین نیست. خدای سبحان آزمود انتهای کرد 18 نسل یک کسی را از یک خانواده عالم و روحانی کرد، بعد اینا را منقرض بکنند از جای دیگر سردر می آورد. همچه وقف نامه نوشته شده باشد که این خانواده باید برای همیشه عالم و روحانی باشند، این چنین نیست. نه علم را وقف کسی کردن، نه روحانی شدن را وقف کسی کردن، این طور نیست. ولی اصل دین با این شعب و شؤون گوناگون محفوظ است. همود کل ما قاب نجمون بدع نجمون آخر، هر وقت یه ستاره غروب کرد یه ستاره از یه گوشه دنیا طلوع میکنه که بالاخره هم اسلام را حفظ میکند هم مسلمین را بهره‌مند میکند. نه چون آیه اطلاق دارد دیگه، هم درباره اشخاص هم درباره احکام.
فترت از نظر استفاده مردم است، وگرنه اون دین بود و کتاب بود. یه وقتی مردم از حیز یک عالمی یا کتابی محرومن، همون وقتی که در یک گوشه فترت بود در گوشه دیگر فترت بود و احیای فترت بود. چرا نقششون همان است؟ نه، گاهی این چنین است، گاهی در زمان خود پیغمبر هم تو بود. اصل اسلام است، منتها مردم باید استفاده کنند. مثل اینکه اصل رسول اکرم را در اون 13 سالی که در مکه بودن اونجور آزردن و اونجور آسیب میرسوندن. ممکن است شخصیت باشد و مردم نتوانه استفاده کنند. چیزی که مربوط به خدای سبحانه است کمبود ندارد، منتها مردم اگر به سوی اختیار خود محروم شدند به عهده خود مردمه. بنابراین این آیه‌ای که هم بر تکوین هم بر تشریع تطبیق کردن میتواند به اطلاعش باقی باشد. لذا روایت‌های فراوانی که موت امام علیه السلام را به عنوان نسخ آیه میداند، به عنوان بیان مصداق میتواند یکی از مصادیق آیه باشد، اون روایات هم حجت باشد. و اگر احیانا مرگ یک عالمی را مصداق این آیه گرفتن قابل تطبیق هست، چون اینها به عنوان بیان مصداق ذکر می شود، تطبیق هست نه تفسیر. و شبه هایی که مربوط به علم یا قدرت بود هم در سوره نحل هم در این سوره حل شد. اما اون چی که مربوط به انسا بود، در انسا گرچه در دو جمله بعد فعل فعل مفرد است، علم تعلم آمده، اما در پایان همون آیه دوم فرمود و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، که خطاب به جمع است. ممکن نیست چیزی از خاطره مبارک رسول خدا علیه آلاف و تحییه و سنا محو بشود. سهو نبی در مسائل آیات احکام این ممکن نیست. مردم ممکنه فراموش کنند، اما پیغمبر ممکن نیست فراموش کنند. این همون طوری که اشاره شد یه بحث کلامی دارد، یه بحث فلسفی دارد، یه بحث قرآنی. بحث کلامیش این است که اگر چون که پیامبر فراموشکار باشد، ما احتمال نسیان بدهیم، این احتمال نسیان باعث می شود که اطمینان و تمعنی را سلب می کند که دیگر به حرف او تمعنی نیست. چون اگر ما درباره پیغمبر فهم را تصحیح بکنیم و ممکن بدانیم، خب درباره هر مطلبی که به ما فرمود ما احتمال بدیم کم بود، زیاد کرد، زیاد بود، کم کرد، یه جمله را کم کرد یا جمله زیاد کرد سهوم. و اون بیانی هم که مرحوم صدوق رضوان الله داشتن که این سهو را به اسها برگردوندن، این نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر مشکلی قبلی می افزاید. اصل سهو یه امر ناشدنی و انسان این را به خدا نسبت بدهد که بگویم خدا اسها شد و از خاطر مبارک پیغمبر گرفت. خب اگر سهو ممکن باشد، البته هر سهوی به اسها برمی گردد، دیگر تمعنیه به گفته های پیغمبر نیست، به هیچ فرمایشش اطمینان نیست، اونم در مسائل احکام و آیات. این که و ما انسانی هو الا شیطان موضوع است، اونم درباره همراه پیغمبر است نه خود پیغمبر. اون که موسی کلیم به صاحبش گفت، او گفت و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، اون درباره همراه موسی کلیم. و اما اون برهان عقلیش رو حکما این کلیم فرمودن وقتی روح بالا رفت به مقام تجرد رسید، جا برای نفوذ شیطان نیست که شیطان بیاید مطلبی را کم کند یا مطلبی را زیاد کند. انسان وقتی از اون تجرد کامل برخوردار شد همواره حضور دارد و همواره ظهور دارد، جا برای غفلت نیست. لذا مرحوم بوهری در همون فصل هشتم از مقاله اولای الهیات شفا وقتی از انبیا به عظمت یاد میکند، فرمود بل الانبیاء الذین لا یؤتون من جهت غلطا ولا سهوا. هیچ ممکن نیست انبیاء غلط یا سهو در افکار اینا راه پیدا کنند. کی برهان عقلی دارد وقتی روح به اونجا رسید اصلا سهو راه ندارد؟ عمده برهان قرآنی است که قرآن کریم فرمود سنقره و شفلا تنسا، تو فراموش نمی کنی. بینم در مکه نازل شد. اون رب به دلیل اینکه در ذکر رب معلوم می شود اون زندانی است که آزاد شده است، نه یوسف سلام الله علیه. چون هرگز درباره یوسف نمی شود گفت ذکر رب، ربی که یوسف دارد همون الله است علاوه. لذا دارد که ارباب متفرقونه خیرون ام الله الواحد القهار. اون اشاره شد که بحثی هم خواهد آمد و اون نشعه نشعه تکلیف نیست. اون نشعه ای که حضرت آدم سلام الله در اون نشعه عهد الهی را فراموش کرد نشعه مثال و برزخ بود، نشعه تکلیف نبود. نه،
برای نبی ممکن نمیشه. عمده آن است که خدای سبحان در همه اون سوره مبارکه سبح اسم ربک الاعلی که سوره مکی است و قبل از سوره مدنی نازل شد، همود ما اقرار میکنیم که دیگر تو فراموش نمیکنی، سنغره او که فلا تنسا. این الا ماشاءالله، همونطور که در بحث قبر گذشت، نبی معناست که اگر خدا بخواد تو فراموش کنی. خب همه انسان ها اینطورن که اگر خدا بخواد انسان فراموش میکنه. و قبل از اینکه این آیه سوره اعلا نازل بشود هم پیغمبر همینطور بود، اگر خدا میخواست او فراموش میکرد. این چه منتی است که خدای سبحان به عنوان یک خصیصه برای پیغمبر قائل است، همون سنغره او که فلا تنسا، که دیگر تو فراموش نمیکنی. میمونه یه دستاویز دیگری که در سوره مبارکه انعام و نساء مطرح است. در سوره مبارکه انعام و نساء این شبه مطرح است که خدای سبحان میفرماید اگر فراموش کردی اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکرام. یک آیه در سوره مبارکه انعام است، یکم در سوره نساء. آیه 68 سوره انعام این است: و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد الذکرا مع القوم الظالمین. مشرکین حجاز جلسات سو داشتن و درباره اسلام و رهبر اسلامی به بددهنی سخن میگفت، خوض باطل داشتن. در این کریمه فرمود وقتی دیدی مشرکین درباره آیات ما خوض و فرو رفتگی باطل دارن، سرگرم بدگوییه به آیات الهیان، فاعرض عنهم، از اینا اعراض کن، حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه وارد مسئله دیگر بشوند. مادامی که در این زمینه سخن میگوین با اینها ننشین. و اما ینسین نک شیطانو، اگر شیطان انسا کرد و تو را ناسی کرد که این حکم الهی را امتثال نکردی، ما نهی کردیم از نشستن با خائزین در آیات، در اثر نفوذ شیطان تو این تکلیف الهی را فراموش کردی و معصیت کردی منتان سیانن، تخلف کردی منتان سیانن، اگر شیطان در تو اثر کرد و تو این نهی الهی را فراموش کردی فلا تقعد بعد از ذکرا مع القوم الظالمین. بعد از اینکه متذکر شدی دیگر با اینا ننشین، یا بعد از اینکه ما تو را متذکر کردیم دیگر با اینا ننشین. خب ظاهر این کریمه آن است که عده‌ای در حجاز علیه آیات الهی جلسات سو داشته و خدای سبحان رسولش را نهی کرده است از اینکه در جلسات اینا شرکت کنه و امر کرده است که باید از اینها اعراض کند تا اینها وارد مسائل دیگر بشن. بعد فرمود اگر اشتباها در بین اینها نشستی و گوش دادی، بعد از اینکه متذکر شدی برخی، باز ظالمین ننشین. این آیه احیانا دلالت میکند بر امکان سهر، نه بر فعلیت سهر. چون فرمود فهم ما یونسین نکه، اگر شیطان تو را ناسی کرد بعد از ذکرا نمیشه، دلالت بر فعلیت صحف ندارد، بر امکان نسیان دارد، به عنوان قضیه شرطیه. جوابش این است که این یک شاهد داخلی دارد به عنوان قرینه لبی متصل و یک شاهد خارجی دارد که منظور خود پیغمبر نیست. اما اون شاهد داخلی که قرینه لبی متصل است این است که در جلسه‌ای که مشرکین علیه اسلام و مسلمین می نشینند، اهانت می کنند، مسخره می کنند، ممکن است پیغمبر آنجا حضور داشته باشد، در جمع اونا شرکت کند؟ اونا نشستن که به قرآن و آورنده قرآن بد بگویند و اهانت کنند. پیغمبر یکی از مستمعین این جلسه خواهد بود تا خدا نهی کند که در جلسات اینا شرکت نکن. این نظیر جلسه غیبت و تهمت و دروغ نیست که حرز داشته باشد. ممکن است به پیغمبر خدای سبحان بفرماد اگر اینها دارن درباره یک دیگر غیبت میکنن تو در مجالس غیبت اینها شرکت نکن. این مثلا فرض دارد. اما درباره مجلسی که علیه اسلام و مسلمین و قرآن و آورنده قرآن تشکیل دادن، این فرض دارد که پیغمبر در اون مجلس شرکت کند و خدا رو نهی کند که یا رسول من
جلساتی که علیه تو تشکیل دادن، جلساتی که علیه قرآن تشکیل دادن، دارن به قرآن اهانت میکنن، دارن به تو اهانت میکنن، مبادا به عنوان مسلم اونجا شرکت کنی. در یه هم جلسی اصلا پیغمبر شرکت نمی کند تا اینکه نهی بشه. این شاهد لبی متصف به عنوان ارشاد که وقتی سخن مجادله است که خوزی در آیات نیست، اونا اعتراض دارن، این جواب دارن، این میگن مباحثه، این نمیگن خوزی در آیات. که در جلسه مناظره شرکت کردن رواست، جلسه مناظره است، نه جلسه خوزی در آیات. اون منشه اصلیش اون موضوع است، نه حکم. اون منشه اصلیش همون شخص است که گفت ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره. اون چه نسیان هست، یعنی به عدم استطاعت برمیگردد. چون خیر سلام الله به موسی سلام الله فرمود که تو نمیتوانی تحمل کنی. اون نسیان یعنی اگر من نتونستم تحمل کنم، نه اینکه فراموشم شد. بله، نسیان در زمینه عدم استطاعت است، یعنی من این صحنه ها رو نمیتوانم تحمل کنم، یعنی من این سالی که کردم روحش به عدم استطاعت برمیگردد. لذا خیز فهمو تو نمیتونی با من تحمل کنی، برای اینکه قدرت ندید، نه برای اینکه ناسی هستی. نه، جواب خیزر چیه؟ جواب خیزر چیه؟ فهمو انکه لن تستطیع معی صبرا، نه چون فراموش میکنی، تو تحمل نداری که ببینی من یک کسی میکشم حرف نزنی. استدلال خیر سلام الله این نیست که تو چون فراموش میکنی نمیتونی با من باشی. همون چون نمیتوانی این صحنه رو تحمل کنی، ما مسافرت دریایی میکنی، من کشتی سوراخ بکنم، تو خطر غرق داری. نه، یادش هست ولی نمیتونه تحمل کنه. لذا جواب خیر سلام الله اینه که انکه لن تستطیع معی صبرا، هازا فراق بینی و بینه. چون نمیتونی ببینی که ما سوار دریا میشیم، سوار کشتی میشیم، تو دریا سفر بکنیم، من کشتی سوراخ بکنم. من الان بهت گفتم حرف نزن، تو حرف میزنی. حالا به اون آیات هم ممکنه بخواست خدا برس. نه، شما اصل موضوع دقت کنید که در موردی که خیر سلام الله علیه میفرماد چون نمیتوانی تحمل کنی، نه چون فراموش میکنی. انکه لن تستطیع معی صبرا، بعد انده تازه فراغ بینی رو بینست، نه اینکه تو چون فراموش میکنی نمیتونی امر من بیایی. خب پس بنابراین یک قدری تنزل شد که محور عدم استطاعت است. حالا وقتی محور استطاعت عدم استطاعت شد، معلوم میشود به اینکه دلیل اطلاق نسیان همان مصحح عدم استطاعت است. ما هم در تعبیرات عرفی داریم، در تعبیرات عرفی اینه که میگیم مگر یادت رفته. این مگر یادت رفته یعنی تو نمیتوانی تحمل کنی، نه اینکه اصل مسئله یادت رفته. خیز برست موسی میفرماد نه، همون جوابش خیزر است، جوابش خیزر میداد، میفرماد به اینکه تو نمیتوانی من صبر کنی، نه تو چون اهل نسیان هستی. معلوم میشود خیز از این نسی تو عدم استطاعت فهمی، وگرنه خیز میگفت که چون فراموش میکنی نمیتونی امر من بیایی. او که مخاطب بود فهمید گوینده کی بود. این شاهد داخلی. اما شاهد خارجی مراجعه فرمی، آخر الان شما در این زمینه بحث کنید، در خصوص این آیه. بله، همین آیه که الان بحث است، یکی از شبهات این آیه سوره انعام است. تا برسیم به اون شبهی که در سوره کهف است. در سوره کهف استدلال کسانی که احتمال سهو را روا داشتن این است، گفتن که خدای سبحان فرمود و اما یونسیان نکه شیطانو فلا تقعد بعد از ذکرام القوم الظالمین، که عرض شد در اینجا شاهد داخلی است به این که منظور پیغمبر نیست. این یکی. دلیل دوم آن است که در امتثال احکام الهی اگر اسیان روی نسیان راه داشته باشد، معناش آن است که شیطان بر پیغمبر معاذ الله مسلط است، در حالی که هم خود شیطان اعتراف کرد که من بر بندگان مخلص راه ندارم، هم خدای سبحان فرمود بندگان مخلص من در دسترس نفوذ شیطنت نیستند. اگر یه انسانی
از سطح تجرد وهمی و خیالی بالاتر رفت. دیگر او در تیررس شیطان نیست. شیطان فقط میتواند کسانی که در محدوده وهم و خیال زندگی میکند بفریبد. اگر کسی طول قامت او حد اکثر تا سقف این مسجد بود، کسی که پشت بام این مسجد است یا در فضای باز دارد پرواز میکند، این شخص بود دسترسی ندارد. شیطان که گفت من همه را اقوا میکنم الا عبادک منهم المخلصین، نه یعنی به اونها علاقه مندم یا نسبت به اونها احترام بکنم، باید دسترسی ندارم. اونها کاری میکنن که من نمیفهمم، چیزی میطلبن که من بدلی اونها را نمیتوانم بسازم. من در محدوده دنیا و نیرنگ های دنیا و مقام و منصب و پست و جاه و مال و بنین و اموال و نمیدونم زوجنل ناز حب و شهوات امثال ذلک، اینا ابزار کار من است. اونم که مخلصن رو همین پا گذاشتن، یه چیزهایی میخوان که من دسترسی ندارم. نه اینکه شیطان نسبت مخلصین میخواد تعذب کند، کار منو نداشته باشد. شیطان برا دسترسی ندارد. خب اگر کسی جز مخلصین بود و خدای سبحانم نهی صریح کرد که مبادا در این جلسات بشینی، و از شیطان نفوذ میکند، او را ناسی میکند، در قلب او اثر میکند، این مطلب را از یادش میبرد که او نسیانا معصیت کند، این با اون اصول کلی که گفته شد سازگار نیست. این دو دلیل. نه وسوسه اینها برای اینها مثل این که به تعبیر سید الاستاذ رضوان الله علیه میفرمودند این که رسول خدا فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، این است. حضرت فرمود من شیطانم رو مسلمان کردم، شیطانی اصلا علایده. این منقول است از طرق عامه. میفرمودند به این که شیطان حضرت پیش او عبد خاضه است، هر حرفی که شیطان بزند نشانه توحید رسول خدا خواهد بود. این چنین میفرمودند. میفرمودند به این که الان اگر کسی در این مجلس هزار دلیل اقامه کند که کسی اینجا نیست حرف بزند، هر حرفی که او میزند انسان میفهمد او خلاف میگوید. چرا؟ چون او اصرار دارد که در این مجلس کسی نیست حرف بزند. انسان میگوید خب اگر کسی حرف نمیزند تا چی هستی؟ شیطان انسان را از توحید باز میدارد. خود شیطان و همه حرکات و سکنات او آیی از آیات الهی است برای کسی که به مقام اخلاص رسیده است. هر چه شیطان می کند که بخواهد بنده مخلص را بفریبد، ایمان بنده مخلص بیشتر می شود. برای این که این اینما تولو فسم و وجه الله برای عباد مخلص است. وقتی شیطان را نگاه می کند به عنوان این که مخلوق از مخلوقات الهی است، پی به خدا می برد. هر حرفی که شیطان می زند اینها می فهمند او خلاف می گوید و خلافش عمل می کند. بنابراین ممکن نیست شیطان نسبت به بندگان مخلص راه داشته باشد. اون بحثش مفصل گذشت که این در عالم برزخ به مثال بود، قبل از تکلیف بود. یعنی از آدم وقتی که آمد به عالم زمین و رسول شد و پیغمبر شد، تازه مسئله تکلیف مطرح شد. اونجا بحثش مفصل گذشت که این تکلیف نبودن. و اما یونسیان نکش شیطان، پس اینم دلیل دوم که ممکن نیست شیطان نسبت به رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سنان نفوذ کند، چون حضرت من المخلصین است. شیطان نسبت به مخلصین وسوسه‌ای ندارد که حکم خدا را از یادشون روی وسوسه ببرد، پس شیطان نسبت به رسول خدا وسوسه نخواهد. این دو شاهد. شاهد سوم همان است از سوره مبارکه نساء. نه امکانش هم نیست، برای اینکه امکانش است آیاتی که میگه مخلصین از تیررس شیطان بیرون نفی میکند. اونجا سخن از امکان نبود، یعنی شیطان میگوید ممکن نیست من نسبت به مخلصین راه داشته باشم. نه امکان ندارد. اینم همونطور است. شاهد سوم این است که در سوره نساء آیه 140 این چه این آمد: تمود وقت نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفروا بها و یستهزؤوا بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره انکم اذن مثله ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. در این آیه سوره نساء خطاب به مسلمین است، خطاب به مردم است. همون ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات بدآموز مشرکین شرکت نکنید. ما قبلا به شما گفتیم. خب
شما سراسر قرآن بگردید ببینید کجا خدا قبلا به مردم گفت که در مجالس شرکت نکنید، غیر از همون آیه سوره انعام که خورده شد. در این آیه سوره نساء فرمود ما قبلا به شما گفتیم که در جلسات کفار شرکت نکنید. کافران حجاز که می‌نشینن قرآن را مسخره می‌کنن، شما که مسلمانید حق ندارید بنشینید. اگر نشستید معلوم شد منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می‌رود. اگر کسی در جلسه‌ای که خوض در آیات الهی می‌کنن شرکت کند، این نظیر غیبت و تهمت نیست که انسان را فاسق کند. این در حد معصیت کبیره مصطلح نیست، این در حد کفر است. فرمود شما اگر بشینید منافقید، منافق با کافر یک جا به جهنم می‌رود. ما قبلا به شما گفتیم نری، خب کجا خدا قبلا گفت غیر از همون آیه سوره انعام؟ معلوم می شود خطاب در اونجا متوجه مردم است. این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم، یعنی یا ایها الناس یا ایها المؤمنون اذا رأیتم الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. فإما ينسينكم الشيطان فلا تقعدوا بعد الذكرى مع القوم الظالمين. روح اون آیه به این برمیگردد. در این آیه سوره نساء فرمود ما قبلا به شما گفتیم اگر کافرین جلسه علیه قرآن تشکیل دادن، دارن درباره قرآن اعتراض میکنن، دسیسه میکنن، مسخره میکنن، یا به این فکرن که چگونه در برابر قرآن به مبارزه برخیزن، یا به این فکرن که چگونه قرآن را از بین ببرن، یا به این فکرن که چگونه با قرآن به استهزا و مقابله برخیزن، ما قبلا گفتیم که در جلساتشون شرکت نکنید و اگر شرکت کردید منافقید و منافق با کافر یک جا به جهنم می‌رود. خب شما در سراسر قرآن فحش کنید ببینیم خدا قبلا کجا به اینا گفت غیر از همون آیه سوره انعام. این یک. اونم حکمی با این غلاظ و شداد که انسان را با کافر یک جا جمع میکند، ترس دارد که خدا به پیغمبر بفرماید چون مبادا در جلساتشون شرکت کنه، جلسه ای که انسان را منافق میکند و با کافر یک جا به جهنم میبرد. این همون شاهد لبی متصل است. معلوم میشود این که فرمود و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا، نشستن در اون مجلس نظیر نشستن در مجلس شراب نیست که فقط معصیت کبیره باشد. اگر کسی در مجلس شراب بنشیند معصیت کبیره کرد، ولی با کفار یک جا به جهنم نمی رود. ولی در این کریمه فرمود اگر چنانچه با اعضای اون جلسه‌ای که در آیات الهی دارن خوض و دسیسه می کنند بنشینی، در حد منافقی به منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. این در حد یک معصیت عادی نیست. وقت خدا به پیغمبر بفرماید بین که اگر شیطان در تو اثر کرد فراموش کردی، اشتباها نشستی، یعنی اشتباها منافق شدی. این همون شاهد لبی متصل است. خوبی دلای منظور ذات اقدس رسول الله است. یقینا در آیه فرمود قبلا بشفتیم جا پیغمبر مردم، معلوم میشه از باب اکعانی و جار خطاب پیغمبر است ولی متوجه مردم است. و قد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزؤ بها. ما قبلا به شما گفتیم اگر مشرکان حجاز جلسه علیه قرآن تشکیل دادن که قرآن را مسخره کنن، علیه قرآن با مبارزه برخیزن، اینجا نری. فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا در مسائل دیگر صحبت کنن. انکم اذن مثله، اگر در جلسات سوء مشرکین که علیه قرآن جلسه تشکیل دادن رفتید، مثل اونهایی، برای اینکه اسمن مسلمانی و واقعا کافر یعنی منافقی. انکم اذن مثله ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا. مثل اونهایی از در باطن، مثل مسلمانهایی از در ظاهر، یعنی منافقی حقیقتا و منافق با کافر یک جا به جهنم می رود. و یه همچه حکم غلیظ شدید را ممکن است خدای سبحان و عز الله بر رسولش بگوید و ممکن است شیطان در رسول خدا وسوسه کند که رسول خدا معاذ الله فراموش کند در یه همچی جلسه نفاق آور شرکت کند. این ممکن نیست. والحمد